سر کار رفتن خانم‌ها یکی از بزرگترین معضلات جمهوری اسلامی. هر خانمی که میره سر کار یه شغل برای از یه آقای هست میشه. ببخشید من هر قول میگم. یه سری شغل هست مال شماست، ما نمیتونیم. معلمی مدرسه رو درس تو بده، پرستاری میتونی. یه سری شغل مال شما نیست، بی خود دارید میرید. دارید گناه میکنید. آقا خانومی شغل نداشته باشه به خدا قسم خانواده تشکیل میشه. اما اگه مرد شغل نداشته باشه خانواده تشکیل نمیشه. دو قبضه داریم ضرر میکنیم. کی این سیاست مزخرفو گذاشته؟ من به این آدم مشکوکم. بعد استقلال مالی پیدا کرده، تقی به توقی میخوره، مهریه اجرا خونه بابام. من اوین رفتم سخنرانی کردم تو بند زندانی مالی. هنرپیشه اونجا دیدم، من اونجا فوتبالیست دیدم، من اون یه آدمای اونجا دیدم باورم نمیشد زنش انداخته بهش زندان. چه دلیلی داره یه سری مشاغلی که مردها خیلی هم بهتر انجام میدن همه شو جور داده خانوما؟ بعضی از چیزای منفی پشت سر این جریانه. دوست داره دور خودش زنا بچرخن. یعنی بیشتر وا نکنم مطلبو. همین فرودگاه بارها گفتم اینو. فرودگاه پاتو میذاری فرودگاه تهران، میبینی خانمی واسطه میزنه روی آقا تو رو خدا تاکسی، آقا بیا اینجا تاکسی. اصلا برای من مرد تعریف نشده یه زن منتمو بکشه. یه دوی نصف شب، سه نصف شب، ساعت یک نصف شب، یک و نیم نصف شب من میرسم فرودگاه، این خانم خانواده نداره؟ چی میخواد به بچه های او برسه؟ همینجوری دور میفته دیگه. این بچه نمیتونه درست تربیت بشه، میاد تو جامعه، بابای گیر میکنه، فلان، هزار جور مشکله. یه سری مشاغل مال خانوما، من حرفی ندارم، مرد نمیتونه انجام بده، انجام بدید، اما اینا دیگر یه فکری بالش بکنید. این نمیشه. قرآن فرمود لیس از ذکر و کالانسا. مرد جزن رو نمیگیره عزیز من. یه سری کارا مال زن، حرفی نداریم، اما این توطئه است به خدا قسم. بی حیایی، بی شرمی تا جایی رسیده طرف یه روزنامه میزنه منشی زن با روابط عمومی بالا. به خدا قسم دانشجو اومده دفتر ما میگه رفتم به عنوان منشی، گفتم همه جا میگفتن 400 هزار تومان، گفته 700 هزار تومان. تعجب کردم گفتم چقدر خوب، گفتم باشه میام قرارداد اینا رو میبندم و فلان اینجور چیزا. بعد دیدم شروع کرده مزمز کردم، ببین دیگه اون همه جا الان بیشتر از 300 نمیدم. یا من گفتم چرا یه جا 400 اومد، گفت پس حالا 400 اون 300 اضافهش میدین پول چیه؟ میگه رسما تو چش من نگاه کرد، پیشنهاد بی شرمانه به من داد. ناموس مردم بره اونجا یه شغل یه مرد حس بشه، مرده نمیتونه خانواده جوون دنبال بیکار داره میچرخه. تو دونه دونه کارخونه ها، شرکت ها، ادارات همینطور دارن زن میارن. میصرفه دیگه، چه کمترم حقوق بهشون میدن، خوب سرشون داد میزنن. این باید قانون بشه. میگه من آقا من تو بازار دارم کار میکنم، من آدم اقتصادی ام، برام میصرفه 10 تا کارمند زن بیارم تا 10 تا کارمند مرد بیارم، کمتر حقوق میدم. اگه من دولت، مگه من مجلس درست قانون بذارم که تو در مقابل نیروی کار مرد بیمه کمتر بدی، کار زن دو برابر بیمه بدی، یعنی اینجوری یک بندایی رو بذارم تو خودت مرد میاری. همه کارا ما مردو بهتر از شما انجام میدیم. آشپزی بهترین آشپزا مردن، خیاطی بهترین خیاطا مردن، آرایشگری حالا تو جمهوری اسلامی نمیشه و اینا تو اروپا برای همین زنا مردا آرایشگری میکنن. یعنی هیچ عاقلی شام عروسی دست زن نمیده. اما چون اصلا وظیفه شما این کارا نیست. اینم گفتم روز مرد رو کیف میکنید. اما میدونی چرا گفتم این کار رو بهتر انجام میده؟ به خاطر اینکه کار شما ها اینا نیستش. شما بشین تو خونت امر بفرمایید. خب به یاد آور زمانی را که همسر عمران گفت، مادر حضرت مریم، پروردگارا من نذر کردم که آنچه در رحم دارم محرر یعنی خالص خدمتکار تو باشد، از من قبول کن که تو آری تو، تنها تویی که شنوای دانایی. گفت یه بچه میخوام پسر بهم بدی خدمتکار تو باشه، توی معبد بتونه خدمت تو رو کنه. زن تو معبد را نمیدادن. خدا نذر کرد موقع باردار شدنش مادر حضرت مریم، همین که وضع هم کرد دید دختره. گفت پروردگارا من او را دختر زاییدم، من نظر نکردم پسر بشه، چرا اینطور شد؟ بعد ببینید خدا چی جواب میده. و خدا از خود او بهتر میدانست که چه زایده و معلوم است که برای خدمتگزاری معبد تو پسر چون دختر نیست. میگه مشخصه که اصلا دختر را نمیدن تو معبد. اما
و من او را مریم نام نهادم و من او و نسل او را از شیطان رجیم به تو پناه دادم. خدا گفت من خدا فهمیدم تو چی میخوای. این خواسته تو با بچه دختر محقق تره. باید اول یه زنی بیاد که بتونه یه عیسایی رو تربیت کنه. درسته چی شد؟ بعد ما این زنه رو حس کنیم، نقش تربیتیشو بگیریم. این زن دیگه فرصت داره بره تو خونه برای بچهش وقت بذاره. نقش تربیتیشو بگیریم. بعد بچه‌ها برن کجا؟ موندیم چیکارشون میگه بابا هم سر کارینم سر کار چیکار برم مد کودکی که دیشب براتون حلش کردم. گفتن نه همه مد کودک ها مد کودک خوبم داریم، باز نه یکی جامعه مد کودک داران بیان من شکایت کنم. من بگیدم ما به راه دیگه همینجوری گر رو گر پشت دارم. خود ازدواج ببین